با درود به شما عزیزان بیننده، امیدوارم که از هوای گرم و آفتابی هانوفر لذت برده و تنی به آب زده باشید. کم کم انگار هوای تابستانی به سوی هانوفر رهسپار می شود. و اما برنامه امروز ما، ابتدا سومین بخش از رونمایی کتاب خرچنگ ها در ساحل نوشته خانم شریفه بنی هاشم را برای شما پخش خواهیم کرد. سپس با هم موزیک ویدیویی خواهیم داشت و پایان بخش برنامه ها طبق روال همیشه گزیده هایی از رویدادهای سیاسی ایران و جهان خواهد بود. امیدوارم از این برنامه لذت ببرید. من در تحقیق صحبت خانم بنی هاشمی باید عرض بکنم که در تحقیق همین صحبت، حتی نویسنده، کسی متفکر و حتی اگر در کشورهای دموکراتیک غیر خط حال زده، در کشورهای دموکراتیک از با قدرت نیست، همیشه منتقد قدرت. به نظر من اینکه این فرمایش شما کاملا درسته، حتی در کشورهای دموکراتیک همراه با قدرت. این یه بخش هست. ولی قبل از این که در واقع راجع به خرچنگ ها بر ساحل صحبت بکنم، اجازه بدید یادی هم بکنم من از محمد علی سپانلو، شاعر و نویسنده عزیزمون که در واقع بله هفته گذشته بود که در گذشت. متاسفانه در کشور ما همونطور که میدونیم به علت خفقان و سانسور نتونستن الیت فرهنگی جامعه و نخبگان فرهنگی جامعه ما کسانی رو تربیت بکنن که جایگزین خودشون بشن آینده. فضا اینقدر سنگین، اینقدر خفقانبار است و بوده که اینها در واقع در مظلومیت مثلا فوت کردن و رفتن بدون اینکه در واقع جانشینی داشته باشن. ولی خوشبختانه اخیراً من مشاهده میکنم که خانم ها وارد عرصه بسیار نویسندگی شدن و من رمان های بسیار با ارزشی دیدم که خانم ها ورداشتن نوشتن. یکی از این رمان های با ارزش در واقع و خیلی سنگین وزن رمان چیز هست، خرچنگ ها بر ساحل هست، که من کلمه به کلمه و از اول تا آخر وقت گذاشتم خوندم و یه یادداشت هایی هم برش ورداشتم نوشتم و اینا. واقعا که بسیار بسیار رمان قوی هست. سه چهار صحنه، سه چهار فضا تو در همزمان باهاش روبرو هستی. شما از بیمارستان در واقع وارد عرصه در واقع صفحات جنوب میشی، از اونجا میای شیراز. یعنی تخیل به اندازه قوی هست و پرسوناژا کاملا سر جای خودشون و هر کدوم نقش آفرینی های به اصطلاح نقش آفرینی هایی که باید داشته باشن دارن. و من به یاد حرف چخوف میفتم. چخوف میگه که اگر حتی شما در یه اتاقی یه تفنگ هم اینجا آبزون شده بر میخ، باید شما برای یه مسئله این تفنگ وارد داستان بکنید، علکی نکنید. این تفنگ باید یه ضرورتی داشته باشه که وارد داستان یه جای تیرش بپره. و این خیلی جالب بود، این کتاب خرچنگ ها بر ساحل، که من متوجه شدم که هر کدوم از عناصر در واقع حامل یه پیام هست، یه پیام از به اصطلاح فضای فرهنگی و فضای جامعه خود ما. اگر ما من خیلی وقت دارم چون دلیل میکنید وقت دارید، اگر من در واقع بخوایم نقد بزنیم به گذشته ها، ما با دو سه نسل در واقع تو ایران روبرو هستیم. یعنی از نیمه دوم قرن 19 هم که ما یه سری افراد نخبه جامعه وارد عرصه در واقع نویسندگی میشن و اینها نویسندگان روشنگر هستن که فقط اون در واقع کتاب زین العابدین مراغه‌ای هست، سفر احمد به نظرم، آره، که شکل ضعیفی در واقع از رمان داره، یعنی یک دیالوگ هست. ولی اصلا ما رمان نداریم. تا بعد از این قضیه ما اولین رمان فارسی
به وسیله مشفق کاظمی نوشته میشه به نام تهران مخوف. و بعد از این تهران مخوف هست که با رمان نویسی جامعه ایران آشنا میشه. ما یه نسل بعد از مشفق کاظمی داریم در واقع که اینها مثلا جمالزاده هست، هدایت هست، دیگه از قبل از هدایت علی دشتی هست، محمد حجازی هست، اینها هستند. و بعد از اینها ما مثلا موقع که به هدایت میرسیم و اینها باز هم فضایی که هدایت ترسیم میکنه در گفت و خود که اثر مندگاری هست و بسیار اثر قوی هست، یه اثر سورئالیستی واقعا رشد برانگیزه، ولی ما با فضای قطبی شده روبرو هستیم. قبل از اینکه جواب یعنی به صحبت های شما بپردازم، واقعا اون موقع چون دوست عزیزمون اقدس گفت و من اینو خوندم یادم رفت که بگم واقعا از بس یعنی بزرگترین بهترین نقد و نقد که میگم تو پرانتز بگم هم. چون نقد به قول سرور ما خیلی اوقات فکر میکنیم و نقد بر کتابی کردن یا بر کسی کردن انگار که چیزش کردن چیزش. آره خراب بگه که اه بد یا اینکه نقد این میدونیم که به به چه چه یا خاک بر سر مثلا فلان، ولی من اینو نمیبینم. نقد تحلیله و نقد سرور ما دیشتب تو خونه که من خیلی ازش متشکرم، نقدی که بر کتابم نوشته که داشتیم با هم صحبت میکردی و من خیلی چیزها یاد گرفتم ازش و خیلی متاسف شدم که کاش مثلا حق داشت مثلا راجع به فلان چیز اون موقع میتونستم اینجوری مینوشتم. حالا بگذاریم. و من واقعا بهترین نقد بود به معنای زیبای کلمه بر من، یعنی بهترین نه بهترین حسی بود که از دقیقا بهترین چیزی که از این خانه وقتی تو از این خواننده مثل بازیگریه، بازیگری وقتی که تماشاگر تو رو تشویق میکنه تمام خستگی ها میره و تمام خستگی های منو بردی تو دوست عزیز با این زیبایی که یعنی نمیتونی کلام خود منم اینجوری هم وقتی خیلی چیزا احساساتی هم کلامی براش پیدا نمیکنم و ما ممنونه هم. و چیز و در رابطه با شما در رابطه با این گویش بندری یکی اینه که خب من آخر کتاب آوردم برای که مهم این بود که من میخواستم گویش های متفاوت رو چون زبان برام خیلی مهم بود و رو زبان واقعا جمله به جمله کار میکنم، برام مهم بود که زبان چون تو تئاتر هم بود زبان به عنوان یک المنت خودش به عنوان یک عنصر نقش زبان، مثلا من در تئاتر آلمانی بازی کردم فارسی یه جاش حرف زدم و بعد این آلمانی اومده به من گفته که به من نگفته منم نمیشناخته رفته به فلان ایرانی گفته برو فلان جا نقش یه زن ایرانی بازی میکنه خیلی خوبه و این بزرگترین تشویق برای من بود. فارسی جایی که حرف زدم هیچی نفهمیده از بازی من فهمید، ولی زبان مثل یه موزیک و برای منم موزیک و ریتم خیلی مهمه توی چیز کلام تو سخن تو سخن نه توی چیز کتاب رمان یعنی نثر. و دوم اینه که من میخواستم از گویش‌های متفاوت استفاده بکنم و به خصوص چیزی که در اون بستر اجتماعی اگر میخواستم همه کتاب که خب هیچ کس نمیفهمید پس نمیشه در جاهای شخصیت‌هایی که واقعا هستن که مثلا واقعا همیشه هستن برای بچه‌ای هستن که خیلی سفت و سخت متعصبن رو زبانشون و میخوان همون حرف بزنن، مثل اون مثلا دختری که تو دبیرستان حتی با معلماش هم بندری حرف میزنه و از این طریق میخواستم بگم که چه گویش‌هایی هست که ما نمیشناسیم، ولی جملاتی که به کار بردم از اونجایی که به هر حال یک گویشه و نه یک زبان مثلا ترکی یا کردی هم یک کمی کمابیش قابل فهمه، هم جمله هایی که میگن اونقدر سرنوشت‌ساز نیست که کسی توی مثلا رمان اگه تو نفهمیش حالا مثلا رمان رو نفهم، ولی با این حال برای کسی که علاقه داره اون پشت گذاشتم میدونی؟ یعنی فکر کردم اینجوری بهتره تا بشکنمش چون زیاد میشد این زیر چون مثلا یه دفعه مادر بزرگ که صحبت میکنه خب نه که یه جمله مثلا یه دفعه سه تا جمله داره سه تا جمله تو نمیتونی زیره یعنی خیلی چیز میشد، ولی مثلا چیزهای کلمات رو آوردم پایین کلماتی که کلیدی هن یعنی تو نمیتونی جانشینش بکنی با فارسی میدونی؟ و بهتره که خود اون کلمات رو چیز کرد این آوردم این یک
قسمت دوم که گفتین در کتاب بعدی. خب اتفاقا باعث شد که من به یک نکته اشاره بکنم که برام خیلی جالبه و شاید تو اون فراموش کردم. به نظر من برخس، شاید خیلیاتون برسی، یکی از نویسندگان بزرگ آمریکای لاتین، میگه که اگر میخواهی بنویسی، ترجمه خیلی ساده همینطوریش، اگر میخواهی بنویسی از زندگیت بنویس، اگر نتوانستی زندگی نکرده ای. البته این برعکسش هم میگم که این به معنی نیست که کسی که ننوشته زندگی نکرده، کسی که میخواد بنویسه. حالا من از خودم میپرسم زندگی چیه؟ برخس به چی میگه زندگی؟ چون که برخسی که میاد از مثلا بیابانهای ایران در سالهای فلان و برجی در بیابانهای ایران اون سالها مینویسه، ربطی به زندگی برخسی که در آمریکای لاتینه نداره. خب برای خود من زندگی به معنای اینه که تنها بیوگرافی تو نیست، همینطور که این تنها بیوگرافی من نیست، بلکه تمام دانسته ها و داده های منه به عنوان یک انسان، یعنی شنیده هام، دیده هام، تخیلم در آخر که میخواستم، خونده هام و به اضافه تخیلاتم که در ادبیات نقش اساسی داره، چون که یک نویسنده از زندگیش، از جامعهش و از اجتماعش میگیره و تخیلش توأم میکنه و یک جهانی رو میآفرینه، یک سری شخصیت ها رو که از جامعهش گرفته ولی میآفرینه. بنابراین من چیزی که نوشتم از جهانی که به نوعی شنیدم، به نوعی میدونم، به نوعی داده های منه و از نسلی که منم توشم، که سرورم هست، که زندگی من و سرور سیمین و همه هست توش و اردس و هممون، نوشتم تا جایی که با نگاه منه و با نگاه شخصیت منه. پس من نمیتونم چیزی که نمیدونم راجبش بنویسم، یک. ولی فریده دقیقاً در کتاب بعدی من که دو قسمته، اون این در واقع سه تا روایته، روایت مهری چون که بلنده و چون خیلی فراز و نشیب داره، 300 و نمیدونم 450 صفحه شده دیگه، اون دوتا مثلا فریده زندگیش خیلی ساده تره، برای همین من اصلا فصل بندی توش نذاشتم، 1, 2, 3, 4 و فقط زمان یا مکانی که اونو تغییر میده، و نه در حالی که زندگی مهری هر فصلش اصلا خودش یک رمانه و برای همین فصل بندیش کرد، ولی فریده اصلا فصل نداره و تمومش کردم. فریده رو من تموم کردم، دارم روی خاطرات لیلی کار میکنم که اون دوتا در یک کتاب میاد، در یک کتاب میاد، ولی دوتا داستان، دو روایت هر کدومه به خودش به نوعی داستان کامله در خودش، منتها اینا به هم ربط دارن دیگه. حالا در فریده، فریده کسی که تو ایران میمونه، خب من خیلی واقعا کارم برام مشکل بود، ولی با ارتباطی که دارم، با داده هایی که از اونجا میگیرم، با شنیده هام، با خونده هام و با همون اون چیزی که شما میگین، امیدوارم داده باشم که خیلی توش از ایرانیه که دیگه ما توش نیستیم، ولی به نوعی من سعی کردم از اون شخصیت رو تا جایی بگم. چرا دوله چیزم دیگه کار؟ آها، و ضمناً من یک قسمت که در آخر ترجیح میدم براتون بخونم، فقط یک قسمت از فریده رو براتون آوردم که براتون یک بعد از چیز، بعد از پاوز و بعد از آخر ببخش منیجم صحبت میکنه، بعد پازه میدیم. خواهش ممنون، با من زحمت کشیدید. این رمان شما به قدری روان و شیوا همینطور که احساس توضیح بود و در کنارش خیلی طنز بود. من این کتاب رو 2-3 هفته پیش بود در دستم گرفتم ولی نتونستم تموم کنم به خاطر اینکه برمیگشتم این حالت، این لهجه های محلی و طنز، چون کتاب زندان زیاد هست ولی طنز داستان فراز و نشیب ها و تب و تاب های یک نسل است. من میخوام بگم که این یه نسل نیست، سه نسل، همینطور که شما اول کتابتون رو بردید، دخترتون هم درگیر بوده، ناخواسته بوده، و هر حال همگی ما زخمی هستیم در رابطه با تشویق و این مشکلاتی که برامون پیش اومده. Thank you.
مرا شیر غمت سیز کرد، جز که همین شیر شکاری در تک این بر چه خوش گوهری که مثل موج قراری نیست. بر لب بحر تو مقیمم مقیم، بست لبم گرچه کناری نیست. نشستم و با در نظر گرفتن این که من یک قسمت های نوشته بودم در خاطرات خودم، ولی از اکتبر دقیقا یادم از اکتبر 2010 من نشستم به طور جدی رو این کار کردم از اکتبر و فوریه یا مارس 2013 تموم شد، ولی در درگیری این که چاپ بشه و ادیت بکنن و کسی ادیت پیدا بشه و نشه و فلان یک سال، یعنی چون در می 2014 چاپ شد که خب تو این یک سال من مرتب خودم ادیتش میکردم، ولی در واقع میشه گفت تا 2013. خیلی ممنون، خواهش باید خونده بشه این کتاب، خیلی جالبه. پونه سمت هستم، توجه شما را به گزیده از رویدادهای سیاسی ایران و جهان جلب میکنم. فراخوان برای برخورد خونین با حضور زنان در ورزشگاه ها. روز گذشته اطلاعیه مبنی بر فراخوان خونین برای جلوگیری از حضور زنان در مسابقه والیبال ایران و آمریکا در ورزشگاه 12000 نفری منتشر شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، اطلاعیه توسط جریان ناشناس منتشر شده که در آن از مردم خواسته شده در راستای مبارزه با فحشای زنان در روز 29 خرداد، روز مسابقه والیبال ایران و آمریکا در مقابل ورزشگاه 12000 نفری آزادی تجمع کنند. تهیه کنندگان مد هدف از فراخوان خود را مقابله و رویارویی با حضور زنان در ورزشگاه و نهی از منکر مسئولان وزارت
ورزش اعلام کردند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در جلسه امروز هیئت دولت در مورد حضور بانوان در ورزشگاه ها گفت این خبر از سوی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اطلاع رسانی شد و باید مسیری را طی کند. در صورتی که لازم به توضیحات بیشتر باشد از خانم ملاوردی میخواهم که این هفته طی مصاحبه تکمیلی در این زمینه خبررسانی کند. اینها نمایندگان کارگران ایران نیستند. حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان بین المللی کار در ژنو مورد اعتراض تشکل‌های کارگری مخالف قرار گرفت. این تشکل‌ها می‌گویند که هیئت اعزامی از تهران نماینده واقعی کارگران ایران نیست. به گزارش رادیو بین المللی فرانسه 104مین اجلاس سالانه بین المللی کار از 11 تا 26 خرداد برگزار می‌شود. ایران از آغاز تشکل این سازمان در آن عضویت داشت. اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران در ایران نماینده های خود را به ژنو فرستاد تا برای مسئولان سازمان بین المللی کار وضعیت حقیقی کارگران ایران را توضیح دهند. علیرضا نوایی عضو این تشکل در بازگشت از ژنو به رادیو بین المللی فرانسه گفت که نمایندگان اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در دیدار با خانم کارن کورتیس مسئول امور سندیکای بین المللی کار توضیح دادند که هیئت ایرانی توسط دولت انتخاب شده است و مشروعیت ندارد. تجمع کارگران نیروگاه تبریز در اعتراض به تلاش دولت برای خصوصی سازی. بیش از 200 کارگر نیروگاه تبریز در محوطه شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تجمع کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا این کارگران به سرگیری تلاش دولت برای خصوصی سازی نیروگاه تبریز و عقب افتادگی 9 ماهه بخشی از مزایای خود معترضند. معترضین معتقدند خصوصی سازی امنیت شغلی آنها را به خطر می‌اندازد. ظاهرا کارفرما از 9 ماه پیش بخش عمده‌ای از مزایای این کارگران از جمله اضافه کاری، پاداش روز، مبلغ تعمیرات، کارانه و غیره را قطع کرده است. یک عضو انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز پیش از این گفته بود از زمانی که تصمیم گرفتند نیروگاه را خصوصی کنند مزایای کارگران را به میزان قابل توجهی کاهش دادند تا این مجتمع صنعتی را سودده نشان دهد. تعرض همه جانبه برای جلوگیری از اعتراضات کارگران. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار اطلاعیه‌ای به قراردادهای جدید در منطقه عسلویه که در اخراج بی‌قید و شرط کارگران اعتصابی را پیش‌بینی نموده است به شدت اعتراض کرده است. بنابر گزارش منتشره ایلنا در تاریخ 16/3/1394 درباره قراردادهای جدید برای مقابله با اعتصابات کارگری در منطقه آزاد به گفته کارگران پیمانی شاغل در فازهای 15 و 16 منطقه ویژه عسلویه در متن جدید قراردادهای کار آنها آمده است که در صورت اعتصاب پیمانکار میتواند با آنها بدون پرداخت مزد تسویه حساب نماید. این تعرض و دست اندازی آشکار کارفرمایان به حق طبیعی کارگران در پی اعتراض ماهای اخیر صدها کارگر پیمانکار این منطقه به عدم پرداخت دستمزدهایشان که از 2 تا 9 ماه به تعویق افتاده بود صورت گرفت. طبق این نوع قراردادهای جدید کارفرمایان نه تنها کارگران را برای خاموش کردن از طریق محروم نمودن از حق مسلم اعتراض و اعتصاب تحت فشار قرار می دهند بلکه با تسویه حساب بدون پرداخت مزد آشکارا قصد دزدیدن دستمزد کارگران را دارند. کلهر دیگر در ایران روی صحنه نمی رود. کیهان کلهر فرهنگ و هنر ایران را گروگان زورگیری و زورآزمایی جنوهای سیاسی می داند و دفتر موسیقی همچنان اقدام مؤثری برای دفاع از مجوزهایش نمی کند. در حالی که وزارت ارشاد ایران توانایی دفاع از مجوزهای خود را ندارد
و مدیر کل دفتر موسیقی نیز لغو چند کنسرت در مقابل هزاران کنسرتی که در طول سال برگزار می شود را ناچیز می داند. بزرگترین نوازنده کمانچه ایران با لغو کنسرتش مواجه می شود و تصمیم می گیرد تا زمانی که فرهنگ و هنر ایران گروگان زورگیری و زورآزمایی جناهای سیاسی است در ایران کنسرتی برگزار نکند. به گزارش ایلنا، هفته گذشته پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی در نشستی درباره لغو کنسرت ها گفته بود سال گذشته فقط مجوز برگزاری 4 کنسرت لغو شد و لغو این تعداد کنسرت نسبت به اجرای 1600 کنسرت در کشور عدد بزرگی نیست. هشدار دادستان تهران به احمد توکلی درباره احتمال محاکمه مجدد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهارات اخیر احمد توکلی مدیر مسئول سایت الف در خصوص محکومیت خود را فاقد توجیه قانونی خوانده و اصرار بر اظهاراتی که موید عناوین مجرمانه باشد را قابل تعقیب مجدد دانسته است. آقای جعفر دولت آبادی 19 خرداد 9 ژوئن گفت که محکومیت احمد توکلی مطابق قانون از جمله بر اساس حکم مندرج در قانون مطبوعات است که مقرر می‌دارد انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است. 3 روز پیش از این احمد توکلی از نمایندگان مجلس ایران و مدیر مسئول سایت الف گفته بود که به دلیل انتشار اظهار نظرهای مردم به 6 حبس تعزیری محکوم شده است. برگزاری دومین جلسه غیرعلنی دادگاه جیسون رضاییان. به گزارش خبرگزاری های ایران این جلسه دوشنبه 18 خرداد 8 ژوئن در شعبه 15 انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده است. طبق کیفرخواستی که دادستانی تهران صادر کرده، اتهام خبرنگار واشنگتن پست جاسوسی از طریق جمع‌آوری تصمیمات کشور در خصوص مسائل سیاست داخلی و خارجی و همکاری با دول متخاصم عنوان شده است. این اتهام‌ها می‌تواند محکومیت حبس تا 20 سال را در پی داشته باشد. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که آقای رضاییان 39 ساله به زبان انگلیسی در دادگاه از خود دفاع کرد و یک مترجم بعداً متن اظهارات او را در اختیار قاضی صلواتی گذاشت. مری رضاییان مادر جیسون رضاییان هم که 1 پیش به ایران رفت بیرون محل دادگاه انقلاب تهران به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت کسی هست که تصور کند نگه داشتن او در زندان فایده دارد؟ من شخصا فکر نمی کنم اینطور باشد. شورشیان در سوریه می گویند که 1 پایگاه بزرگ ارتش را در جنوب کشور به تصرف خود درآوردند. جبهه جنوبی 1 ائتلاف گروه های شورشی اعلام کرده است که این پایگاه تیپ 52 صبح روز سه‌شنبه آزاد شده است. این پایگاه که در خارج شهر حراک قرار دارد یکی از بزرگترین پایگاه ها در استان درعا محسوب می شود. مقامات در این باره اظهار نظری نکردند، اما در صورت تایید خبر سقوط این پایگاه تازه ترین شکست دولت در پی 1 رشته شکست ها در 3 اخیر خواهد بود. این بود گزیده از رویدادهای سیاسی ایران و جهان. تا دیداری بعد، بدرود.